بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رمضان چه هدیه بزرگ است برای شخص مسلمان، هدیه به آنانی که در انتظار ماه رحمت و مغفرت بوده و آمد آمد آن از شادی اشک می‌ریزند، هدیه به آنانی که گناه و معصیت خستهشون نموده رمضان را مشتاق شده اند تا به درگاه خدا التجا کنند که برایشان توبه حقیقی را انعام فرماید، هدیه به آنانی که سالهای سال سر به سجده نگذاشتند و میخواهند در این موسم پرفیض به درگاه خدا آیند و بندگی خود را به الله اعلان بنمایند، هدیه به آنانی که میخواهند ایمانشان را تجدید بخشند، دلهایشان را زنده سازند و از دسترخوان نعمتبار سنت محمدی آذوقه بگیرند، هدیه به آنانی که به سایه پرچمهای غیر قرآنی پناه جستند اما برعکس بر آنها گرمی اثر کرد، علم گرسنگی و بینوایی، تلخی و خاری مغلوبیت را چشیدند، پس به گناهشان اقرار آمده گفتند: پروردگارا، ما به نفسهایمان ظلم کردیم، و بازگشتشان را به سوی خدا و رسول صلی الله علیه و سلم اعلام نمودند. چند روزی مبارک می آید که در عالم حساب کم است، ولیکن در عالم اجر و ثواب به حد است. هرگاه که بنده درک کند و دقت نماید، ماهی را در می یابد که تمام آن برکت و رحمت است. حسیات خوشبختی را می بینی که به قلب روزدار وارد گردیده او را بیدار می سازد، اطاعتکار پروردگار می سازد. انسان روزدار در تپش های دلش شعور را حس می کند که او را از دنیای مادی و اثرهای آن بالا می بردارد و به آسمان فرشتگانی که به خدا نزدیکند می برارد. سحر در دعا و التجا نالان، نصف روزی در تسبیح و ذکر رحمان، شبانه در نماز و ترتیل قرآن است. آره، رمضان موسم طاعت هاست، پس ای طلبگار نیکی زود باش، وقتی آن است که عهدمان را نو سازیم، دلهایمان را زنده گردانیم و آذوقه از قرآن و سنت با خود بگیریم. پروردگارا، ما را در طاعت و حسن عبادت کمک نما، به واسطه روزه چشمهایمان را از حرام و نگاه بد، گوشهایمان را از غیبت، دلهایمان را از غفلت نگهدار. و آخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.